با عرض سلام خدمت حضار محترم، خانم‌ها، آقایون، همچنین سپاس دارم از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از من دعوت به عمل آوردن در جلسه سالانشون. عرایزم رو خدمتون عرض کنم. موضوع امروز من همونجور که فرمودن لزوم به کارگیری روش خشونت‌زدایی فعال در جنبش است. اغلب ماها وقتی لغت خشونت رو میشنویم به فکر شکنجه، تیراندازی، دستگیری میفتیم. فکر کنم خوب باشه. این یک نوع بیشتر در اذهان معطوف میشه نسبت به یک عمل سیاسی، نتیجه فرض کنی یک مقاومت سیاسی تیراندازی است و میکشند و شکنجه میکنند و دستگیر میکنند. خب یکی از فرم‌های بسیار عریان خشونت همینه، اما بسیاری اشکال و فرم‌های بیشمار داره خشونت که در زندگی روزمره هر فردی نقش بازی میکنه و شاید چه بسا نهادینه شده. البته کسی که شکنجه میکنه ابتدا به ساکن نمیتونه، هیچ فکر نکنم، مگر که واقعا بیماری روحی روانی ایجاد شده باشه که ابتدا به ساکن یکی حاضر باشه بره یک نفر دیگر شکنجه بکنه یا تیر بزنه بکشه. باید فرمهای دیگر خشونت در زندگیش نقش داشته باشه و اونا رو تجربه یا تمرین کرده باشه تا بتونه به این نوع شکل عریان خشونت دست بزنه. در فیلمی که بسیارم زیبا بود و من افتخار دیدنش رو داشتم، یک اشاره بسیار ظریفی بود که به اون فرد تجاوزگر گفت من خودم در 9 سالگی بهم تجاوز شده. یعنی این یک به اصطلاح روند دایره به اصطلاح چرخانی میشه که این خشونت خود خشونت زا میشه و بعدش گسترش پیدا میکنه. خب شما اکثرا امروز اعضای کانون دفاع از حقوق بشر هستید، بنابراین با حق و ویژگی هاش آشنایی دارید، چون شغل شماست، کار شماست، به اصطلاح هدف شماست که به امید اینکه خودتون رو در زندگی شخصی خودتون، در زندگی اجتماعی خودتون، سیاسی خودتون و هموطنانتون و چه بسا در سطح جهان بقیه رو آشنا کنید به مواهب معرفت و دانستن حقوق خود و نقشش و چگونگی اجرا کردن به حقوق ذاتی خود. پس بنابراین من اینجا لازم نیست توضیحی هم بدم در مورد حق و ویژگیشون، در میون متخصصین افتخار حضور دارم اینجا. اما میدونیم که حیات که اصلی ترین و پایی ترین حق انسان هست، یک ماده، یک نیروی محرکه لازم داره برای ادامه. یه تصویر ساده بکنیم، مادری که فرزندی به دنیا میاره از شیره جان خود به اون فرزند میده به قصد اینکه این ادامه حیات پیدا کنه، یا یک نیروی محرکه از ابتدایی که در شکم خودش میپرورانده از تمام هستی خودش به اون فرزند میداده و بعد از اون و تمامی رفتارهای بعد از اون که پدر و مادر مشترکاً با فرزند انجام میدن در جهت افزودن بر اون نیروی محرکه است که مایه ادامه حیات اون فرزند شد. همین کار در هر رفتار دیگر انسان، انسانی که علم می آموزد، انسانی که هنر می آموزد، یعنی به اصطلاح دایره بسته ممکن رو می شکافه با هنر تا دایره به اصطلاح وسعت و چشمنداز ناممکن رو به وجود بیاره، همه از نیروهای محرکه وجودشون، از استعدادهای نهفته در وجودشون استفاده میکنن تا ادامه حیات و با کیفیت شدن حیات رو ممکن بکنن. این رو ما هم در هر اراده‌ای که میکنیم و از خود مایه میذاریم، از استعدادامون بهره میبریم تا یک چشمنداز برای خود باز کنیم، هر روز تجربه میکنیم. پس اگر هستی این نیروهای محرکه رو در وجود ما تعبیه نمیکرد و به وجود، حالا شما هر کس میخواد اسم خودش رو بذاره، یکی بگه خدا، یکی بگه طبیعت،
فعلا ما هممون در هستی وجود داریم و هستیم و از مواهب این نیروهای محرکه برخورداریم و تجربهش میکنیم که این نیروهای محرکه اگر نبودند، مجموعه ای از نیروهای محرکه که ادامه حیات را میسر میکردن و اگر به جاش تضادها بود، اصل بر تضاد بود، زندگی به وجود نمیومد. پس هستی مجموعه ایست از بودها، یعنی حقها، حقوقها و عواملی که ادامه حیات رو میسر میکنه. هرگاه این نیرو تغییر جهت بده، یعنی در زور از خود بیگانه بشه، به عکس حیات میرسیم. ما پویایی مرگ و تلاشی رو میبینیم. پس بنابراین در هستی حق وجود داره. این حق رو ما انسان ها هستیم که با تغییر جهت نیرو تبدیل به زورش میکنیم، تبدیل به قدرتش میکنیم. و این رو کی میتونیم انجام بدیم؟ موقعی که فقط و فقط، این رو خواهش میکنم هر شنونده عزیزی از شما حضار که مایل هستی در ذهن خودتون یا بعد از این جلسه این رو روش کمی دقت کنید و ببینید این آیا هست یا نه. اگر غیر از این بود به من رو هم مطلع کنید لطفا. و اون که زور و قدرت غیر ممکنه در بیرون از رابطه وجود بیاد، حتما باید یک رابطه به وجود بیاد که در اون رابطه میخواد فرد با خودش باشه، میخواد یک فرد با یک فرد دیگر، میخواد حالا فرض کنید استاد و شاگرد، استاد و دانشجو، مادر و پدر و فرزند، فرزند و پدر، انسان با خدا، انسان با طبیعت، با جامعه، دولت با ملت، ملت با دولت. هرگاه در این رابطه یک رابطه سلطه و زیر سلطه به وجود بیاد، یعنی یکی از این دوتا خودش رو برتر از اون یکی ببینه و حس کنه، برتر به معنای اعمال زور، من بهترم، من خوشگلترم، من داناترم، من توان بیشتری دارم، من به تو سلطه دارم، من بر تو وکیلم، من مادر و پدر تو به عنوان امر کننده هستم. این رابطه نابرابر رو که برقرار کرد، نیرو تغییر جهت میده و تبدیل میشه به زور و مطمئن باشید نتیجهش تخریب. هم تخریب به کار برنده زور که این رو از دید خیلی ها پنهانه، چون از خود پرحقش خارج میشه، گوینده زور و اعمال کننده زور میشه، و هم در کسی که بهش این زور به وجود میاد. در این فیلم باز من اشاره میکنم چون ملموس بود، در این فیلم چه اون دختر، چه اون مادر، چه اون فرد تجاوزگر، همه قربانی اون تجاوز شدن. چون رابطه از یک رابطه دوستی که میشد یک خانواده پر انرژی باشن که واقعا گذشته ها رو فراموش میکنند و الان دیگه شاد و خوش زندگی میکنن، هر سه در بدبختی، اون مرد گرفتار زور خود، اون دختر قربانی و اون مادر این وسط قربانی هر دو. به هر حال این رابطه اگر مشخص بشه که تا ما شروع نکنیم رابطه ای رو برقرار کنیم که در اون رابطه احساس برتری طلبی بکنیم، یا که تن بدیم به اینکه یکی بر ما برتر باشه. خیلی کشورها هستن تن میدن به سلطه یک ابرقدرتی بودن، غیر ممکن زور به وجود بیاد و بنابراین بقیه نیروهای محرکه همه در جهت سلامت و ادامه حیات و پرکیفیت شدن حیات ادامه پیدا میکنیم. حالا من برای که یک کمی دیگه باز واضح بشه، چون شما همه اهل حقوقید و این حقوق رو باید ببینیم در زندگی روزمرمون چقدر نقش داره، یک لیست 23 تایی به عنوان تازه 23 تا تهیه کردم، خاطر که کوچیکه، به اصطلاح کم یه مقداری از فرم‌های مختلف روش‌های خشونت گستری است که ما هر کدومون به نحوی از آنها ممکنه انجام بدیم. وقتی یک پدر و مادری فرزند خودشون رو تحقیر میکنن، وقتی ما به دیگری توهین میکنیم، وقتی ما به یک نفر چون از مرام سیاسیش خوشمون نمیاد افترا میبندیم، وقتی بر ضد دیگری یک شهادت دروغ میدیم، وقتی که معلمی شاگردش رو تمسخر میکنه چون چیزی رو بلد نیست، یا به معلم یک اشتباه معلم رو تذکر داده،
وقتی که دزدی میکنیم یا اختلاس میکنیم، یعنی مال نامشروع رو وارد زندگیمون میکنیم، وقتی طبیعت رو خودآگاه کثیف و آلوده میکنیم، وقتی در زندگیمون نگاه میکنیم که کمتر به کار تولیدی پرداختیم، هر کس زندگی خودش رو نگاه کنه، من چقدر در این 20 سال، 30 سال، 50 سال زندگی کردم، مصرف کردم تولید دیگران رو، یا اینکه خودم در تولید شرکت داشتم. تولید حتما نباید ساختن یه دوربین و میکروفون باشه، کالای اینجوری. تولید فکر، تولید هنر، تولید انگیزه، تولید مهر، تولید عشق، در کار تولیدی من چقدر نقش داشتم. وقتی که نسبت به سرنوشت خودمون و نسل‌های بعدی بی‌تفاوتیم، پول نفت سر سفره من چقدره؟ اینکه بدن یا نداری امر دیگه است، حسابش. نسل بعدی آیا از این نفت و این مثلا مواهب باید برخوردار بشه رو فراموش بکنیم. وقتی که منافع شخصی خود رو بر حق جمعی ترجیح میدیم، میگم منافع شخصی، نمیگم حق شخصی، هیچ حقی بر حق دیگری روچان نداره. شما نمیتونید حق خود رو بر حق دیگری روچان بدید، چون حق ها مثل ظروف مرتبط با هم ارتباط داره. شما میتونید نفع شخصی خود رو بر حق دیگری، من پول بیشتری داشته باشم حالا اون به اصطلاح بمیره، این میشه نفع شخصی. هر وقت که راستی و راستگویی رو قدر نمیشناسیم، متاسفانه من خیلی میشتمم کسانی که هر آن کس که دزدی کرده و اختلاس کرده و به یک مال و منال رسیده، خونه ای، ماشین آخرین سیستم، که زرنگ به این بگه، این رو زرنگ بدونیم. وقتی که در محیط کار از زیر کار در میریم، وقتی که به ارباب رجوع بدرفتاری میکنیم، بی‌حوصلگی با اخ باش برخورد میکنیم، وقتی در شراکت سر شریک خود رو کلاه میذاریم، وقتی خود رو طرفدار حقوق بشر وانمود میکنیم ولی خودمون رو به عنوان ایرانی برتر از هر ملتی، به خصوص ملت همسایه، هموطن، هم فرهنگ خود میدونیم، هر وقت خوشمون میاد یک نفر به ما وابسته باشه، میخواد بچه‌مون باشه، میخواد همسرمون باشه، میخواد کارمند زیر دستمون باشه، وقتی که انتظار داریم همسرمون برای هر کارش از ما اجازه بگیره و اعتماد به نفس و استقلالش رو در نطفه خفه میکنیم، هر وقت مصلحتی رو بر حقیقتی ترجیح میدیم، هر وقت در زندگی اخ میکنیم به همسرمون یا داد میزنیم، بعدش هم پشت این توجیه قایم میشیم که این میمی که منه دیگه، این اخلاق این منم، من اینم، اینم که هستم، که این خطرناکترین جمله است، من همینم که هستم، یعنی امکان تغییر اصلا ندارم. وقتی که دیگری رو در سانسور خبری و علمی قرار میدیم، وقتی که کمک خود رو به دیگری دریغ میکنیم، وقتی که حتی در یک صف جلو میزنیم، اینا همه انواع خشونت هایی است و روابط سلطه و غیر سلطه ای، زیر سلطه ای که با خود و با بقیه برقرار میکنیم. وقتی که اینقدر مصرف میکنیم در غذا که بیش از حد به بدنمون فشار میاریم، این خود یک زوره که به بدن خود میگه، یا اعتیادهای مختلف. پس بنابراین اگر کمی غور کنیم که ما روزمره چقدر خشونت به کار میبریم علیه خودمون و علیه بقیه، و بعد میرسیم، میدونیم، هممونم میدونیم، لازم نیست من اینجا تکرار کنم، ولی با این وجود شاید به خاطر فایده تکرار اشکال نداشته باشه من اینها رو بگم، که وقتی که بنابراین تحقیر، توهین، افترا، دروغ، جفا، بی‌عدالتی، بی‌تفاوتی، مصرف‌گرایی، خیانت، جنایت، دزدی، شهادت دروغ، فتنه انگیزی، قتل نفس، تهمت، کتک، فحاشی، ناسزا، سانسور، بی‌ناموسی، گرانفروشی، احتکار، تحمیق، استثمار، استبداد رأی، انتقاد ناپذیری، بخل، قیز، تمسخر، تقدم منافع شخصی بر گروهی، مال پرستی، غرور، شقاوت، جاهلی، انکار حق، جهل، عفوطلبی، علوطلبی ببخشید، تخریب دیگری تحت پوشش انتقاد، همه و همه روش های خشونت گستری است. باید در خودمون غور کنیم که زندگی ما چند تا از اینا نهادینه شده و اصلا حس نمی کنیم که اینها رو به کار ببریم.
هممون هم میدونیم راه حلش عکسشه، راستگویی، احترام و شهادت به حق، خوشرویی، تمیزی، رعایت حق دیگری، رعایت آبروی دیگری، به راه اندازی کار کسی، برداشتن زحمتی از دوش کسی، اندیشیدن، عفو، ارائه معرفت و دانش خود، خدمت بی‌چشم داشت، مشارکت در کار، شفافیت در نظر، اعتماد به نفس، صبر، ثبات قدم، عدالت، فرو خوردن قیز، عفت، الگوی حق شدن، انفاق، نجات جان، عمران طبیعت، خدمتگزاری، انتقاد کردن و پذیرفتن، مشورت با بقیه، مسئولیت پذیری و وفای به عهد. بسیاری از این بودها، اینها رو نگاه بکنیم که چند تاش از اینها در ما نهادینه شده. اون موقع اگر بخش دوم بچربه به بخش اول، میفهمیم که در حال انقلاب در خود هستیم. انقلاب به معنای تغییره. اسمش من به بعثت هم میذارم. بعثت یعنی مرتب دوباره زنده شدن. و این خشونت زدایی. انقلاب در واقع یعنی اون خشونت ها را رفع کنیم با این خشونت زدایی. یک مثال میذارم، چون انقلاب را بیشتر انسان ها در بعد سیاسیش نگاه میکنن. وقتی یک جامعه تحت یک نظامی آنچنان دچار فساد، خودتخریبی، سانسور، شکنجه، تحقیر، تحقیر ملی میشه که احساس میکنه حیات ملیش به خطر میفته، یک مجموعه از این نیروها که رو به هرها رشد بیرفته تخریب شده، ایجاد یک فشار میکنه. این برای اینکه این فشار منجر به تخریب کامل نشه، جامعه مجرا درست میکنه. فکر کنید مثل آتش فشان که مجرا درست میکنه. از طریق این مجرا میخواد این فشار رو کم کنه که منجر به نابودی نشه. حالا این مجراها هم در این مجراهاست که نیروهای محرکه نقش بازی میکنن، که شما در این مجرا رو به سازندگی پیش ببرید این نیروی که داره آزاد میشه، یا رو به تخریب، یعنی از خود بیگانش کنید. اینجا نقش بسیار مهمی رهبری اون جنبش نشون میده. رهبری رو فرد رو بذاریم کنار که تجربه کردیم، حتی یک رهبری جمعی فردی هم به همچنین، اگر این مجرا رو و این نیرویی که در این مجرا داره آزاد میشه رو در مسیر سازندگی به معنای مشارکت دادن همه آحاد ملت در تصمیم گیری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادیشون راه بندازه، یعنی علوف نجویه، نمیدونم، انتقاد بپذیره، همه را شرکت بده، جامعه رشد میکنه. مثل هند که به دموکراسی رسید، پاکستان چرا نرسید؟ چرا امریکا بعد از انقلابش با سازی استبداد نشد ولی در اروپا فاشیسم به وجود اومد؟ به خاطر اینکه اون نوع رهبری بوده که این رو در مسیر سازندگی نیرو رو به کار برده، یا برعکس تفنگ داده دست جوانایی که هنوز، معذرت خواهم اینو میگم، ولی هنوز جهل سیاسی دارن و میگه که تو قوت داری، کمیته تشکیل داد و سپاه پاسداران و غیره، این به اصطلاح زور رو جهت داده. خب معلومه استبداد بازسازی میشه و تمامی فشار این نظام حاکم بر این است که نسل جوان ندونه که انقلاب در واقع ضد خشونته. ضد انقلابیون واقعی همین ها بودن که انقلاب رو به مسیر خشونت کشاندن، به سلام اون نیرو رو به طرف بازسازی استبداد کشاندن. و برای اینکه این جوان ندونه، در همین آخرین جنبش دیدیم که فیلماش الان داره میاد، یه دوره سانسور کامل ایجاد کردن، اینترنت رو قطع کردن که معلوم نشه، تخریبا رو خود انجام دادن، به پای نسل جوان گذاشتن. در صورتی که الان که فیلم ها بیاد بیرون ببینیم، اکثر شعارها ضد تخریبه. میگن تفنگ، جواب ما تفنگ نیست. پس بنابراین جامعه خود متوجه شده که حیات ملیش در خطره. ادامه انقلاب رو باید بده. انقلاب 57 یک بخشش انجام شد. یک نظام
تا دندان مسلح نماینده امریکا در خاورمیانه به نام نظام شاهنشاهی از بین رفت، الان این ادامه این و انداختن این در مسیر سازندگی است که نیازمنده. خب این نظام استبداد رو بازسازی کرده، نمیخواد نسل جوانان. آخرین خبرها دیدید در شکلات ها قرص گذاشتن که بچه و جوان رو هم معتاد میکنن، یعنی تا این حد نمیخوان که این نیروی محرکی جوان راه سازندگی رو پیش بگیره. نسل کشی اصلا. بله بله، جدا اون که جدا. اما پس بنابراین من معتقدم هدف وسیله رو هیچ روشی، هیچ وسیله‌ای نمیتونه خلاف هدف باشه. هدف رو شما، وسیله رو که انتخاب کردی، هدفت رو مشخص میکنی، یعنی لو میدی. حتی شما نمیتونی تفنگ به دست بگی من میرم، یا به اصطلاح با روش خشن من میخوام انسان رو آزاد کنم یا جامعه رو آزاد کنم. جنبشی که متشکل از همه آحاد ملته و میگه من میخوام یه جامعه حقوقمند، آزاد، سالم و مستقل رو نوید بدم، نمیتونه با خشونت هم تمرین کنه. نمیتونه اون روش هایی که گفتم به عنوان فرم های مختلف خشونت در زندگی شکل داشته باشه. کسانی میتونن یک جامعه پر از آزادی، استقلال و حقوقمند و به عنوان انسان حقوقمند عمل بکنن که اون تمرین رو قبلا در زندگی روزمرهشون کرده باشن، از اون خشونت ها دست کشیده باشن، بعثت و انقلابی در خود بر جهت خشونت زدایی انجام داده باشن. اونها میتونن این بار رو به مقصد درست برسونن. نمیشه با شعار آزادی، استقلال تبلیغ خشونت کرد و روش خشونت به کار نه. من مفتخرم که یک از نسلی هستم، نسل انقلاب، که عزم کرد برای تغییر به سوی سازندگی. مفتخر هستم که به عنوان یک ایرانی در آخرین جنبش مردم ایران دیدم که با به اصطلاح اون جهل که نه تنها وجود نداره، بلکه یک جنبش به یک مستوای برتری رسیده. آنچنان اعتماد به نفسی پیدا کردن که برعکس همه تبلیغ ها که جامعه بیتفاوت شده، احمق، شعور سیاسی نداره، نمیدونه چی میخواد، نمیدونه چی نمیخواد، نه خوبم میدونه چی میخواد، روشش هم که اتخاذ کرده ضد خشونته و این راه مسلماً جاده صاف نیست، صاف آتوبان نیست، سنگلاخ داره. مسلماً هر سازندگی مشکله، تخریب با یه بشکن انجام میشه، یه بمب میذاره یک ثانیه ده، ولی سازندگی که سالها طلب میکنه. ولی این جنبش به پیروزی خواهد رسید، حتی اگر که با حرکت وضعی زمین اوضاع تغییر نمی کنه، حرکت اجتماعی ما، ولی ما میتونیم این رو سریع کنیم. به چه شکل؟ به این معنا که تک تکمون در زندگی روزمره خودمون این انقلاب رو به وجود بیاریم، از طریق رفع خشونت و خشونت زدایی. اینگونه میشیم ماها دیدبانان بیدار و آزاده و مستقل آینده ایران، که نمیگذاریم کسانی از جهل ما سوء استفاده بکنن و مسیر انقلاب رو به سوی سازندگی برگردونن، به سوی بازسازی استبداد. چون این جنبشی موفق میشه و این رو مایه افتخار همه ما ایرانی هاست و امیدواریم که این انقلاب رو هر روز خودمون در زندگیمون تجربه کنیم. متشکرم از حسنت. دوستان اگه به هر روی پرسشی، دیدگاهی یا هرچی که هست میتونید دستتون رو بالا ببرید تا بانو بابا اینجا هستن پاسخ خوب باشن خودشون. این سوالی است که مسلماً بسیاری به ذهنشون میرسه و میکنن سوال به جاییست. ببینید، خود تجربه نشون میده که مردم اون روش رو اتخاذ کردن و
شیراز که یکی از خودم شیرازی هم شهری بود که در این جنبش اخیر بسیار بسیار مقاومت کرد، صحنه های فیلم هایی هست که مردم به سوی نیروهای انتظامی و غیره گل میبرن. اینکه حالا کدوم اثر داره الان خدمتون عرض میکنه. شما یا کوتاه مدت نگاه میکنید، میگید که تیر میزنه تیر بزنید، کتک میزنه کتک بزنید. در اونایی که اهل جنگند، یعنی به سر اطلاعات نظامیشون بالاست، انصافا بگن در یک جنگ که دو طرف هستن کی برنده است؟ که همه از یک سلاح استفاده میکنن، فروشنده اون که بیشتر داره. الان در حال حاضر سلاح زرادخانه ها دست نظامه. اگر بخوایم با همون شیوه نظام جواب بدیم اون میبره. اصلا اون میخواد اسم جنبش شما رو به خشونت بیافه، بگه که حالا اینقدر واضحه که نمیتونه بگه که مردم میگه اشرار اومده، هیچ جوابی هم نمیتونه بگه. خب شما پس این وزارت اطلاعاتی که اینقدر پول میگیره ها چجوری توانست این همه اسلحه بیاره و آتیش بزنه یک روزه و شما نتونید از قبل جلوش بگیرید؟ تو تناقض خودش گیر کرده، نمیتونه به مردم بگه هم من بر شما بر دلهای شما حکومت میکنم هم شما جلوی من اسلحه گرفتی. مجبوره بگه اشراف. اون عاشق این است که بگه یه ادعی اینا اشرار بودن پس باید سخت جواب شدن. شما باید نگاه کنید همه این افراد نیروهای انتظامی بسیجی که میگن 3 میلیون 5 میلیون جوونن، از کودکی میبرنشون که بتونن مخشویشون کنن. اینها در آینده در این کشور میخوان زندگی کنن، بخش بسیار کمیشون میخوان فرار کنن برن میدونن کشورهای عربی یا غیره زندگی کنن، اکثرشون خانواده دارن و میخوان تو وطن زندگی کنن. کدومش مؤثر تره؟ شما با گل به وجدان این طرف نزدیک بشی و بگی من مثل خانمی بسیار شجاعی که در فیلمش هست از شیران میگه من مادر تو هم، من خواهر تو هم، تو چجوری میتونی به من اصلاحی بگیر؟ طرف هم اصلاحش بگیر تو پشتش، نمیتونه با وجدانش ارتباط برقرار میکنه. یک ملت اگر به اگر این جنبش همگانی همگانی بشه، الان 22 شهر کشور درش دخیل بود، اگر قشر میانه هم منفعت طلبی نکنه و به این قشر بپیونده، این نیروی عظیم یک ملت هیچ کشوری هیچ دولتی نمیتونه با اسلحه جلویش بیسته. اون به اصطلاح انرژی موجود در این یگانگی و همبستگی آنچنانه که همه اسلحه ها آب خواهد شد. پس زدن به وجدان بسیار کار دراز مدته. اینکه شما طرف رو درگیر وجدانش کنید. گمان فکر نکنم ندونید که این بحث ها با وجدان اینا تو خانواده هام درگیر نیست. کسی که بچهش عضو بسیج نگرانی وجدان پیدا نمی کنه. اینا مؤثرتر و دراز مدت هم. البته من به هیچ وجه نمیگم اگر یه نفر شما رو انداخت در تنگنایی که داره خفت میکنه شما به حدی خشونت به کار ببری که فقط خودتو نجات بدی، ولی نباید اون طرف رو بکشی ببری، چون اگه شما مجن زمون میشی چه فرقی میکنه با کی داری میجنگی؟ شما باید خودت رو نجات بدی تا میتونی نذاری ظلم بر شما حاکم بشه. با ببینید کجاها کم کاری کردی که به اینجا رسیده، اونا رو باید اول تصحیح کنید.